برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی. من دکتر جواد نفیسی هستم و خدمت شما بینندگان گرامی سلام عرض میکنم. به دنباله 3 برنامه قبلی که در مورد بیماری مشکل درمان روانتنی سایکوسوماتیک صحبت میکردم، اون بیماری رو که برخورد اولیش رو با من مورد بازرسی قرار دادیم، من دنبالش رو ادامه میدم برای بینندگان گرامی که برنامه قبلی رو ندیده بودن. خدمتتون عرض میکنم که این خانمی بود که به توسط پزشک داخلیش، پزشک خانوادگیش به من مراجعه کرده بود ولی نمیخواست بیاد و تمام خانواده و پزشکش اصرار کردن و با زور ایشون به مطب من اومده بودن. و از ابتدا وقتی از ایشون پرسیدم که اشکال به نظر چی میرسه، ایشون گفتن که من اشکالی ندارم، درد هم درد های حقیقیه و عصبانی بودن از دست پزشکشون که ایشونو پیش من فرستادن و گفتن مکرر که من دیوانه نیستم، چرا منو پیش روان پزشک فرستادن. و من از ایشون پرسیدم که خب پس شما اگر این احساس عصبانیت و نسبت به پزشک خانوادگیتون دارید، ببینیم این احساس رو چجوری حس میکنید. ببینید توجه من رفت روی احساسات ایشون، نه اینکه دردشون چطور بوده، چند وقت بوده. علت درد اصلا مطرح نیست اینجا در این مرحله. فقط و فقط من دارم فشار میارم روی ایشون که به من بگن چی حس کردن در درونشون موقعی که پزشکشون بهشون گفته بود که تو باید بری روان پزشک ببینی و ایشون از دست ایشون عصبانی بودن. من کمی که فشار اضافه کردم و به توجه ایشون آوردم که ایشون نمیگن به من چجوری حس میکنن، دارن افکارشون رو میگن، نظرشون رو راجع به پزشکشون میگن که از سر بازشون کرده بود یا وقت کافی باشون صرف نکرده بود. اینا هیچ کدوم نمیگه که در درون به طرف این پزشک چی حس میکردن. و با فشار بیشتر روی این که چی حس میکنن در درون، ایشون اعلان کردن که عصبانی شدن برای اینکه روز قبلش تلفن کرده بودن به پزشکشون چون دردشون زیاد شده بود و ایشون گفته بودن مکررن که دوباره باید بری روان پزشک ببینی و بعدم تلفن رو روی ایشون قطع کرده بودن. در چه احساسی که حالا در اونشان وجود داره نسبت به این پزشک خیلی قوی تره تا یک عصبانیت، ولی ایشون فقط به یک کلمه عصبانیت قناعت میکنن و به من میگن که عصبانی شدم برای اینکه ایشون من از سر باز کرد. ببینید من مکرر به توجه ایشون دارم میارم که ایشون جواب سوال منو نمیدن و الانم که میگن عصبانیت، بلافاصله دلیلشو به من میگن که من دلیل عصبانیت از ایشون نپرسیدم. من فقط از ایشون پرسیدم که در درون جسمن این عصبانیت رو نسبت به پزشکشون چجوری حس میکنن و ایشون هی مکرر جوابایی که میدن بیراهه میزنن و حاشیه میزنن و جواب سوال من نمیدن. مثلا میگن که من فکر میکنم که اون بنزه کافی با من وقت صرف نکرده. این نمیگه که چی حس میکنن نسبت به پزشکشون، نظرشون رو میدن. بعد بالاخره میگن احساس من این بود که چرا درد مرا حقیقی نمیداند و میخواهد مرا از سر باز کند. باز
چرا درد مرا حقیقی نمیداند و میخواهد مرا از سر باز کند، اینها همش نظر فکره، هیچ چیزی نمیگه در جای اینکه احساسشون نسبت به این پزشک چی بود. و بالاخره میگن که عصبانی هستن، ولی باز هنوز نمیگن که چجوری عصبانیت رو حس میکنن، و خصوصا در موقعی که پزشک تلفنشون رو قطع میکنه روی ایشون. و این هم باید قبول کنیم که این گونه بیماران برای بعضی از همکاران خیلی دردسر ایجاد میکنن، چون مکررن تلفن میکنن و وقت زیادی رو میگیرن بدون اینکه همکاران پزشکی بتونن کار زیادی برای اونها بکنن، چون علت جسمی برای بیماری ها و درد های اونها پیدا نکردن. ولی با در عرض چند دقیقه اول با 4 تا سوال که من از ایشون کردم، بالاخره یک مقدار احساساتی در درون ایشون به حرکت افتاد، ولی ایشون هنوز آگاه نیستن که در درونشون چی حس میکنن. فقط یه لغت عصبانیت به کار بردن که در حقیقت به من این پیغامو میده که یه احساساتی در درونشون حالا به حرکت افتاده، برانگیخته شده، و حالا ما باید این احساساتو هی بیاریم به سطح تا موقعی که باز بشه و ببینیم این احساسات چیه. من فشار رو روی تجربه این احساسات اضافه میکنم و از ایشون میپرسم اون آن که تلفن رو شما قطع کرد پزشکتون، شما چی حس کردید؟ در درون چی حس کردید؟ ایشون یه آه میکشن و بعدن تو صندلیشون جابجا میشن و واضحه که این فشاری که من روی ایشون آوردم باعث شده که یه احساسات منفی نسبت به دکترشون به حرکت افتاده، و این باعث شده که اضطراب ایشون بالا رفته. و حالا من چارچشمی مواظبم که ببینم چه مکانیسم دفاعی به سطح میاد که این اضطراب ایشونو بیاره پایین، چون اضطرابشون الان رفته بالا. ایشون جواب میدن که من کاملا خودم رو کنترل کردم، ولی نمیدونستم چی کار بکنم وقتی تلفن رو قطع کرده بودن روش. ببینید، یه مکانیسم دفاعی دیگه رو ایشون عرضه کردن، ببینید، به صحنه آوردن، و اون کنترل کردنه. و ایشون میگن من کاملا خودم رو کنترل کردم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر اینکه اجازه بدم و کنترل نکنن، احساسات قوی میاد به سطح. پس یه مکانیسم دفاعی دیگه کنترل در مورد ایشون. ولی نمیدونستم چی کار بکنم، یک نوع حالت درموندگیه که نمیگه ایشون چی حس میکنن، میگه من نمیدونم چه کار میخواستم بکنم. که من نپرسیدم که چه کار میخواستید بکنید، من دارم میپرسم چی حس میکنید. ولی موقعی که این احساسات به حرکت افتاده و حالا در جلوی چشم من میبینیم که استراب رفته بالا و یه احساساتی برانگیخته شده، در این لحظه بخصوص من از ایشون میپرسم همین الان چی حس میکنید؟ چون شروع کردن تکون خوردن در صندلیشون و آه کشیدن به این صورت که معلوم بود یه احساس فراستریشنی هم داره صورت میگیره. جواب منو به این صورت دادن که دوباره راجع به دکترشون صحبت کردن که این دکتر من اینجوری کرد و اونجوری کرد و مکانیسمای دفاعی جدیدی به صحنه اومد که میخواستن از این شاخه به اون شاخه بزنن و هنوز به من جواب ندادن که در درونشون نسبت به این پزشکشون چی حس میکنن و همش صحبتهای غیر احساسی میکنن و راجع به افکارشون صحبت میکنن، یا دلیل میدن که چرا عصبانی شدن، یا کنترل میکنن، و یا از این شاخه به اون شاخه میزنن و با لغات بازی میکنن و هیچ اثری
از این احساسات نیست. ولی حالا کاری که من دارم میکنم در اون آن اینه که یکی یکی این مکانیسم‌های دفاعی که به سطح میاد، مثل از این شاخه به اون شاخه زدن، فکر کردن، کنترل کردن، همه رو من دورش یه خط میکشم تو ذهنم که بعداً اینها رو به توجهشون بیارم، چون این همین مکانیسم‌های دفاعی رو در روابط دیگه با دیگران هم ایشون به کار میبرن و مشخصات این مکانیسم‌های دفاعی خیلی مهمه که ایشون ازش آگاه بشه که بعد بتونیم اونها رو منهدم بکنیم. ولی الان تمام مهارت روانکاو و هنر روانکاوی در اینه که خیلی سریع اینا رو دونه دونه شناسایی بکنه مکانیسم‌های دفاعی رو و بعداً درمانجو رو آماده بکنه که با این مکانیسم‌های دفاعی روبرو بشه و یکی یکی اونها رو منهدم بکنه، در اون صورته که ناآگاه بالاخره بازگشایی میشه و احساسات حقیقی که مدفون زیر همه این مکانیسم‌های دفاعی و این نیروهای مقاوم یک دفعه فوران میکنه و ما اون چیزی که حقیقت عاطفی و احساسی ایشونه ما برای اولین بار در زندگیشون میبینیم. ایشون گفتن که وقتی که عصبانی شدن و حس کردن عصبانی شدن، چیزی حس نکردن غیر از استراب و تنشن و انقباض در عضلاتشون. بس ببینید که میگن من عصبانی بودم که یه احساس منفی بود، ولی تنها چیزی که ایشون حس میکنن استرابه، تنشنه. و این یه موضوع خیلی شایعه، متاسفانه اغلب افراد نمیتونن تشخیص بدن بین احساس استراب و ناراحتی و اون احساس حقیقی خشم که زیر این خوابیده است. و در نتیجه موقعی که شروع میکنن یک واکنش های نشون بدن، مثل عصبانیت، چیز پرت کردن، تمپر تانتروم، جیغ و داد و بیداد را انداختن یا گریه زاری کردن، همه اونها مکانیسم های دفاعی که استرابشون رو بیاره پایین. هیچ چیزی نمیگه راجع به اون خشم درونی که اونجا خوابیده و اصلا ازش آگاهی ندارن. و ایشون فقط تنها چیزی که تونست به من بگه این که انقباض عضلانی و تنشن رو چجوری حس کرد. نمیتونست به من بگه که اون احساسی که منفیه به طرف این پزشکش چجوری حس کرد. اون کانکشن، اون ارتباط به کلی قطعه. و حالا هدف اصلی اینه که این ارتباط برقرار بشه که اون احساس خشم حس و لمس بشه برای اولین بار، نه اینکه تبدیل بشه بلافاصله به استراب و مدفون بمونه. در ضمن چیز دیگه که ایشون خودشون گفتن این که هیچ حس دیگه ای ندارن. یعنی یه حالت مردگی عاطفی ایجاد میشه که اون خودش یه مکانیسم دفاعی دیگه ایه که احساسات دردناک و نامطلوب و ناپسند همه مدفون میشه و از نظر عاطفی درمانجو بی‌حس میشه و مثل یه مرده میشه، چیزی حس نمیکنه. و اینجاست که دردهای عاطفی همه میشن دردهای جسمی. جسمن میتونن دردو حس بکنن چون اون براشون قابل قبوله و برای اطرافیانشون هم شاید قابل قبول باشه و شاید برای پزشکانشون هم قابل قبول باشه. ولی اون موقعی که علت پزشکی و بدنی و جسمی نداره، ما هر کار با اونها بکنیم مگر اینکه ریشه و هستش رو پیدا بکنیم، اون دردها سر جاش میمونه. و متاسفانه این نوع درمانجویان و بیماران خیلی آمادگی اعتیاد به داروهای مخدره دارن و داروهای ضد درد
اعتیاد آور. و من میخوام به توجه شما بینندگان گرامی بیارم که در حال حاضر و مکرر من در برنامه قبلی گفتم شایع ترین علت اعتیاد در آمریکا هروئین و کوکائین و بقیه داروهای کرک و داروهایی که در خیابون‌ها و کوچه پس کوچه‌ها می‌فروشن، علتش اونا نیست، علتش همین دردها، داروهای ضد دردی است که پزشکان براش نسخه می‌نویسن به طور قانونی و عده زیادی از بیماران متاسفانه از این داروهای اعتیاد آور استفاده میکنن برای اینکه دردهایی رو که اصلا جنبه جسمی نداره و فقط جنبه عاطفی داره ولی به صورت جسمی و بدنی خودش رو نشون میده و تظاهراتش به اون صورته درمان بکنن. یه مکانیسم دفاعی دیگه‌ای که همینجور که من روی ایشون فشار می آوردم که چی حس میکنید در درونتون نسبت به پزشکتون، یه مکانیسم دیگه‌ای که به صحنه اومد گریه‌زاری کردنه و ایشون برای اینکه استرابشون رو بیارن پایین مثلا اشکشون دم مشکشون اومد و شروع کردن گریه‌زاری کردن که چرا این دکتر با من اینجوری رفتار کرده که اون دردی دوا نمیکنه. ما نمیخوایم ببینیم گریه‌زاری ایشون رو در این مرحله، ما در این مرحله میخوایم خشم ایشون رو نسبت به دکتر ببینیم که چه جوری بوده، ولی زیر این گریه‌زاری خشم شدیدیه به طرف دکتر. و من در اینجا تصمیم میگیرم که تمام این مکانیزمای دفاعی رو که دونه دونه تا الان مثلا در عرض نیم ساعت 20 دقیقه که اینا رو شده، اونا رو یکی یکی به توجه ایشون بیارم و به ایشون میگم اگر شما دلیل تراشی نکنید و از این شاخه به اون شاخه نپرید و با لغات بازی نکنید و گریه‌زاری راه نیندازید و خودتون رو به کرخی و بی‌حسی و مردگی نزنید، صادقانه نسبت به دکترتون چه حس کردید؟ و در این مرحله است که ما همه مکانیزم‌های دفاعی رو حالا جلوشون آوردیم، به اصطلاح اونا رو همه رو توی یک کیسه گذاشتیم، حالا کیسه رو می‌خوایم بندازیم دور. ایشون جواب میدن و این جوابشون خیلی مهمه چون از بخش ناآگاهیه که باز شده داره میاد. ایشون جواب میدهد که من حس کردم که او هم مثل پدرم مرا ترک و طرد کرد. به محض اینکه این جمله رو میگن که او هم مثل پدرم منو ترک و درد کرد، یک موج غم خیلی شدیدی میشکافه میاد به صدر. ولی در ضمن یک خشم شدیدی برای اولین بار که یک خشم مرگبار بود نسبت به این دکتری که ایشونو با قطع کردن تلفن روشون و بهشون گفتن که باید بری روانپزشک ببینی، احساس کرده بودن که ایشونو طرد کرده، این خشم مرگبار نسبت به این پزشک حس شد، لمس شد. ببینید دیگه الان اون جویبار، اون راهرو خشم باز شد و ایشون برای اولین بار دیگه استراب حس نمی کنن، خشم رو حس کردن که خیلی خشم وحشیانهی بود، مثل یه گرگ، مثل یه ببر. این خشم رو حس کردن و به یه وضع فجیعی حس کردن که میخواستن اون دکتر رو تیکه پاره بکنن. پس ببینید فقط عصبانیت نبود، یک خشم خیلی خیلی وحشیانه و رزلانه ای در عمق روان ایشون مدفون بود که هیچ موقع به سطح نیامده بود و این خشم رو نسبت به کسای دیگه حس نمی کردن، فقط نسبت به خودشون حس می کردن و خودشون رو تیکه پاره می کردن و خودشون رو عذاب می دادن.
و این خشم سبب استرابش زیاد بود، افسردگی بود و تمام این علائمی که ایشون از یه دکتر به یه دکتر دیگه میرفتن که درمان بکنن، همش به علت این خشم شدیدی بود که در درون ایشون محبوس بود و هیچ موقع به سطح آگاه نیامده بود و در بخش ناآگاه مونده بود. و موقعی که این خشم به طرف پزشکشون اومد و ایشون این پزشکو به قتل رسوند، صورت این پزشک به طور ناگهانی یه دفعه تبدیل شد به صورت پدرشون و رنگ چشمهای این پزشک شد رنگ چشمهای پدرشون و بلا فاصله یک موج شدیدی از غم و گناه و احساس ندامت و احساس افسوس به سطح اومد. بعد مقدار زیادی از خاطرات کودکی به سطح اومد که او چرا مسافرت‌های تو پدرشون مسافرت‌های طولانی می‌رفتن و چرا به بچه‌های زن دومشون بیش از ایشون محبت می‌کردن و ایشون همیشه این احساس کرده بودن که در حقیقت فرزند ایشون نیستن. حتی این سوال براشون پیش اومده بود که شاید ایشونو از سر کوچه برداشته بودن و حقیقتا فرزند حقیقی ایشون نبودن. ولی بعد از اینکه این احساسات میشکافه میاد به سطح، دیگه هیچ اثری از اون دردهایی که اول جلسه ایشون ازش شکایت میکردن از نظر جسمی هیچ اثری وجود نداره و خود ایشون حالا آگاهن که این دردها دردهای جسمی نبوده. ببینید این فرق میکرد تا من به ایشون میگفتم این دردات جسمی نیست، دردات عاطفیه. حالا دیگه خودشون حس کردن که وقتی این احساسات شکافت اومد به سطح، دردهای جسمی همه از بین رفت و دیگه اصلا ایشون احتیاجی ندارن که کسی به ایشون بگه که آیا علت دردت چیه. خلاصه این که نمیتونیم ما بخش عاطفی و روانی بشر رو از بخش جسمی جدا کنیم. روان بشر مثل یه عضویه از بقیه اعضای بدن ولی نامرئیه و چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. و اگر ما میخواییم ریشه کن بکنیم این بیماری های روانتنی سایکوسوماتیکو که علت جسمی ندارن و خیلی خیلی شایع، من میتونم بگم شاید اغلب بیمارانی که در کلینیک ها دیده میشه و در مطب دکترهای عمومی دیده میشه، علت جسمی که بتونه درد اونها رو توجیه بکنه وجود نداره و جنبه روانتنی و سایکوسوماتیک داره. در اینجا من به خاتمه برنامه رسیدم و روز و شب خوشی رو برای شما بینندگان گرامی آرزو می‌کنم. شب خوش. درد دل روان، برنامه‌ای با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.